شولخان آروف اورخیم سیمان 301 صحیف 9 لو یتسه بتبعت چن آلها خوتم و این یتسا خیاف خارج نشه با حلقه ای که چن آلها خوتم که مهر نداره روش و اگر که خارج شد خیابه و این یش آلها خوتم و اگر که مهر روش هستش طبق رشی پاتوره و طبق ربنوتم و رنبام مجازه به خاطر اینکه تخشیط نیست مگر برای مرد. اما چیزی که تخشیط هم برای مرد و هم برای زن آسور همچنین برای مرد. خب این یه سری مقدمه میخواد این سای فهمیدنش. ببینید در ایام قدیم آقایون فقط حلق فقط انگشتری دست میکردن که ختام داشته باشه، مهر داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون عقیقشا توشا حکاکی میکردن، حالا یا اسم یا عکس تصویری هر چیزی، و در واقع این انگشتره مهر اون فرد بوده. به وسیله اون مثلا شتارها را مدارک را امضا میکرد، همیشه دستش بوده و مهرش هم بوده. تو مگیلت سر هم داریم تبعت ملخ اخشوروشون تبعتش را اون انگشترش را میده دست هامان، میگه برو هر کاری میخوای بکن، چون با اون نختم به تبعت ملخ، یعنی چیزی که مهر شده با انگشتر پادشاه. خب آقایون پس ایام قدیم فقط انگشتری دست میکردن که مهر در واقع سنگ داشته باشه، عقیق داشته باشه و توش مهرشونا در آوردن. خب اگر که اولی انگشترهای دیگه اصلا طریقت آقایون نبوده که مثلا مثل امروز حلقه ازدواج حلقه خالی باشه و این حرفا، اصلا مردها این را دست نمیکردن و مختص خانم ها بوده. این یه مقدمه. یه چیز دیگه در مورد زیورالاتی که برای خانم هاست، ما یه اشاره‌ای داشتیم که به صورت کلی خخامیم گزرا کردن که با اینها خارج نشن، به خاطر اینکه دیل ما شلفا و مخویه، شاید این را خارج بکنه به دوستش نشون بده و بعدم بیاد تو خیابون یادش بره و دست بگیره ببره حملش بکنه، یادش بره که مثلا دوباره تو دستش بکنه یا گردنش بندازه یا هر چیزی. این گزرا بوده در دوران تلمود، امروزه عملا به دلایلی این را ما سبک میگیریم که دلایلش را جلوتر میخونیم. یعنی اینکه خانم ها با زیورالات دست کنن یا گردن بندازن یا انگشتر یا هر چیزی با زیورالات شبات خارج بشن، امروزه سبک میگیریم، جلوتر خواهیم دید که دلیلش چیه. خب این هم در مورد خانم هاست، ولی در مورد ولی قدیم این گزرا بوده که به هیچ عنوان با هیچ زیورالاتی خارج نشن. حالا بر اساس این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمتتون، ما لشون شولخان آروخ را یک بار دیگه میخونیم. میگه که خارج نشه با حلقه‌ای که روش مهر نیست در مورد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه فقط حلقه‌ای که حالت ختام داره زیورالات مرده، اگر حالت ختام نداره زیورالات مرد نیست. و این یادسا خیاب و اگر که خارج شد خیابه. و حالا در مورد این که اگر ختام داره مجازه یا نه برای مرد لخط خیلا، ما میدونیم که اگر ختام داره خیاب نیست اگر باش خارج بشه، ولی آیا لخط خیلا مجازه متاره؟ روی این بحثه. بعضی ریشانیم عقیده دارن که همونطور که در مورد خانم ها گزرا کردن که با زیورالات خارج نشن، شاید ازشون در بیارن و یکی نشون بدن و بعد یادشون بره بیان حملش بکنن، همینطور در مورد آقایون هم گزرا کردن. ولی در مقابل بعضی ریشانیم دیگه میگن که نه، این گزرا فقط در مورد خانم هاست، در مورد آقایون همچین چیزی نداریم، چون طریقت مرد نیستش که بخواد زیورالاتش رو در بیاره به بقیه نشون بده. بنابراین در ادامه شولخان آروخ میفرماید که و این یش آلها ختام و اگر که بر روی اون تبعت ختام هستش طبق رشی پاتوره، پاتور هر جا میگه یعنی از قربان خطات پاتوره، اما آسوره، یعنی خخامه میگذره کردن،
اول ربنوتام اول رمبام موتار و طبق نظر ربنوتام و رمبام مجازه دین و تخشید، به خاطر اینکه این تخشید نیست مگر برای مرد. خب اما چیزی که هم تخشید هم برای مرد و هم برای زن اون وقته که آسوره حتی برای مرد. خب تا اینجا میشنو به رو میخونیم. گفت تبعت چنین آلها ختم، تبعتی که حلقهی که روش ختم نیست، که در چنین حالتی هفه رب تخشید لیشا، این زیورالات برای زن، اما برای مرد بار محسوب میشه، مسوی محسوب میشه. این قدیم بوده، امروزه اینجوری نیست. امروزه آقایون هم مرسومه که حلقه دستشون میکنن، اصلا نه ختمی داره نه هیچ چیزی، و در شبات هم حتی میتونن. اومیر کلزه شهوتسیو که شهو مناخ الاسبا، و کل این در حالتی صحبت میکنه که خارج کرده اون رو وقتی که بر انگشتش بوده، که اگر تو دستش گرفته برده حتی اگر که ختم هم داشته باشه خیاب لکول آلماته به نظر همه، یعنی تو دستش بگیره همه مقررن که خیابه. ما در حالتی داریم صحبت میکنیم که در انگشتش بوده. وینیاتسا خیاب، و اگر که خارج شد خیابه او میغره، این در حالتیه که دم خارج شد با مردی خارج شد با طبعتی که ختم نداره. او میغره در خودسا الاسباو، و خونده میشه طریقت خودسا بر انگشتش. میپنه شلیفامیم نوتنه دیشاله بالله لهولیخا لهومان لتکنو، به خاطر اینکه بعضی اوقات میده زن این انگشترش را به شوهرش برای اینکه مرده ببره پیش استادکار که تیغونش بده، و مرده این را در انگشتش میذاره، در انگشتش برو میکنه اج شمگیل شام، تا اینکه به اونجا برسه. و امکن اف به خول، و بنابراین حتی در روز خول این درخ حدساس و خیابه. یعنی اینجا یه سوالی را میشنا به را مطرح میکنه، که البته این سوال را گمارا میگه، میشنا به را از قول گمارا داره میاره، که چرا مردی که با طبعتی که ختم نداره خارج بشه خیاب خطاته، در صورت درخ ملبوشه، پوشیده این را دستش کرده. خب درسته که این طبعت برای زن هاست، ولی چرا مرد خیاب میشه؟ میگه درخ حدسا اینجوری نیست، درخ حدسا اینه که دستش بگیره ببره، این دستش کرده، دو انگشتش کرده. جواب میده، میگه که اتفاقا این درخ حدسا هم هست، چون بعضی اوقات مثلا اون خانومه این حلقش را میده به شوهرش برای اینکه بره شوهرش ببره مثلا بزرگش کنه، کوچکش کنه، نمیدونم یه چیزش را درست بکنه، و مرده برای اینکه گم نشه تو انگشتش میکنه و دست میکنه، و بنابراین این درخ حدسا هست. یه چیز جالبی در این زمینه، یه سوال جالبی تورالیشما میپرسه، میگه که چرا در چنین حالتی از قانون لویلبش نمیگذره، لویلبش گبر سیملتیشا، یعنی مرد آسوره که لباس زن را بپوشه یا از زیورالات زن استفاده کنه، چطوری مرد مجاز بوده که این را دست بکنه، این انگشتره را، با وجود که موقتیه میخواد ببره پیش اومان، پیش استادکار، چرا مجازه؟ تورالیشما میگه به خاطر اینکه این طبعت را درخ عرعی داره این کارو میکنه، به صورت موقتیه و دائمی نیست، و هدفش بردن به نزد استادکار ایسور وجود نداره، چون نیتش قیشوت و تزئین نیست، و قبلا بخ نوشته که حتی چیزی که برای قیشوت آسور نیست مگر اینکه میپوشه اون را به نیت قیشوت تزئین، اما اگر که میپوشه اون را به خاطر اینکه نجات پیدا کنه از بارون مجازه. و اف به نیدون دیدن، و حتی در کیس ما که منظور مرد در پوشیدن طبعت برای قیشوت نیست، بلکه اون را داره میپوشه به خاطر اینکه تا اینکه ببره این را نزد اومان که نیفته، این ایسور نداره و مجازه. این چیزیه که تورالیشما جواب میده، یعنی چند تا فاکتور تورالیشما میاره، میگه یکی اینکه اصلا نیت قیشوت نداره، یک، دو اینکه موقتیه، عرعیه، به صورت موقت داره این کار میکنه، و سه اینکه این به خاطر اینه که گم نشه، میخواد ببره پیش استادکار،
به خاطر این فاکتورها اینجا این را هتر میدیم. خب ادامه میشنا به رورا لامدواف گفتش که وین یش آلها خوتم، اگر که خوتم روی این تبعته هستش و دست کرد طبق مرد دست کرد طبق رشی پاتوره، یعنی در صورت آسوله این کارو بکنه طبق ربنوتم و رنبان مجازه. لرشی پاتور میشنا به رورا میگه پروش پاتور، توضیح این که پاتوره اول آسور میده ربانان، اما میده ربانان آسوره. دفت تبعت شش آله ها خوتم هو تخشیت لعیش، که با وجود این که تبعتی که خوتم داره تخشیت برای مرد که اینگونه طریقتشو در روز خل که باش امضا باش مهر میکنه نامه ها را، معذالک آسوره. به خاطر این که گزرا میکنیم طبق نظر راشی شاید شلیف و مخبه از دستش در بیاره و نشون بده و بیاد به حالتی که اون را در حمل و نقل کنه اربم عمود، و مثل تمام زیورالات زن که گزرا کردن به همین دلیل. و دین و تخشیت به کجا برمیگرده؟ لامد زین. خب بعد گفت طبق ربنوتام و رنبام مجازه، به خاطر اینکه فقط تخشیت مخصوص مرده. سویراله و دو ایش، ربنوتام و رنبام عقیده دارن که در مورد مرد گزرا نمی کنیم دیل ما شلیف و مخوه شاید در بیاره و نشون بده، به خاطر اینکه طریقتش اینگونه نیست. اول دوار شو تخشیت لیش اولیشا، اما چیزی که تخشیت هم برای مرد و هم برای زن حتی طبق نظر ربنوتام و رنبام هم آسوره، به خاطر اینکه فرق نذاشتن خخامین و آسورش کردن حتی در مورد مرد. و نگاه کن جلوتر سیمان شینگی من صحیفه 18 هینو دشام نیتبایر، یعنی اینکه اونجا توضیح داده شده که چگونه رفتار کرد باید رفتار کرد در زمان ما، و اونجا اومش منشام و اونجا مفهوم میشه دین لیم خود به ایش هنوسه اوتان، که من نمی کنن مردی را که واقعا این زیورالات رو دست میکنه اشکالی نداره. و در خیدوشه ربی عکیوا اگر نوشته که ده بعل نفش یا خوش لسمو، که بعل نفش بترسه برای خودش، یعنی آدم خاصی، شلو لصد به تبعت کلال، که اصلا با تبعت خارج نشه. خب بعل نفش بترسه برای خودش که اصلا با تبعت خارج نشه. شرحت سیون لامد گیمل رو ببینید، و این برم با ایل خود شباد که شکات افگم کن، که باز نوشته که با وجود این که میدینا مجازه برای مد که خارج بشه با طبعاتی که خود هم داره، نه اگو هم شلو لسد به طبعات، رسم دارن که یا سنت خارج نمیشن با طبعات. خب امروزه این رسمه بین ما نیست عملا، ولی من قبل از این که بخوایم این بحث تخشی تا ادامه بدیم، خیلی دوست دارم که این سیمان شینگیمل صحیفه 18 رو با هم بخونیم، چون قبل از این که اصلا این محدودیت ها رو بخونیم ببینیم که چرا امروزه این محدودیت ها رو ما اجرا نمی کنیم، چرا این گزروتو، چرا همه با تخشیتیم خارج میشن و کسی هم حتی شمره میسود و کسی هم منعشون نمی کنه. بیارید لطفا سیمان 303 را صحیفه 18، لطفا سوالتون رو نگه دارید. کل شعص رو خخمیم، صحیفه 18 رو میخونم، کل شعص رو خخمیم لست بولیر شو تاربیم، هر آنچه را که آسور کردن خخمیم که خارج بشن با اون به رشو تاربیم، آسوره که خارج شد به اون همچنین به حیاتی که اروف نداره، یعنی حتی توی مثلا حیاتی که احتیاج به عروف داره حیات موشا هم باز آسوره، به غیر از کاول و پانوخریت. کاول یه زیورالات خانوما بوده، پانوخریت هم که میشه شیتل کلاگیز دهین و قلیت سار شغالا به تفسارا. خب و یه شمری ما حالا اینا رو جزئیات چند روز نخونیم، و بعضی هم میگن که دخول شه آسور لست بو، بعضی هم میگن که هر آنچه را که آسور کردن که باش آدم بیرون بره، حتی پوشیدنش اون پوشیدن اون زیورالات در خونه هم آسوره، و صد البته که یوتسه بشه به اون با خارج بشه با اون با حتی خاصری که عروف داره، یعنی بعضیا بیشتر سخت میگن، میگن حتی تو خونه هم گفتن نکنید که مبادا باش یادش بره بیرون، به غیر از کاول و پانخری.
و یش عمریم. و بعضی عقیده دارن که همه اینها مجازه که خارج شد با اونها به حیاتی که حتی مورود نیست. یعنی بعضی ها میگن که فقط طولشون طرفیم گذرا کردن. تو خاصر حتی مورود هم نباشه اوکیه. و هایدنا خب حالا ما اینجا شکار داریم. و هایدنا ناشه دیدان آگولاتسد به خل تخشیتین. و امروز زنهای ما رسم دارن که خارج میشن با تمام زیورالات. و یه شمر و یه شام رو دمیدینا اسورت. و هستن کسایی که میگن که از اصل قانون آسور هستن، اما به خاطر اینکه به حرف ما گوش نمیدن مطاب شیو شگگود ولیو مزیدود، بهتره که سهوی این کارو بکنن و عمدی نکنن. یعنی در صورت اینا این کارو میکنن، چرا پس چیزی بهشون نگیم که سهوی باشه عمدی نباشه؟ این پس امروز شولخان آروخ از قول توسافوت، که توسافوت هم از قول ربنو سر شالوم میاره، از قول گئونیم میاره، خانوما رسمشونه که با همه زیورالات خارج میشن. پس چرا هیچی بهشون نمیگیم؟ چون یه اصلی داریم در مورد چنین چیزایی، نه در مورد همه چیزا، در مورد چنین چیزایی بهتره که ایسورش مفورا، این از ایسورش از تورا نیست، مفوراش هم نیستش، واضح گفته نشده در تورا، اصلا از تورا نیست، بهتره که بذاریم همون سهوی این کار رو انجام بدن تا اینکه بخوایم بهشون بگیم و بیان مزیدوت از عمد بگذارن. این یه دلیل. و یه شلی مدوز خود و هستن که یاد دادن بر اونها زخود که میگن که شهن نوه گود کن الپی سوار آخرانه شکات هفتی، که خانوم ها اینگونه رفتار میکنن بر طبق نظر آخری که نوشتم، که نظر آخر ماران چی بود؟ که واقعا تو حیاتی که حتی عروبم نداره مجازه. شلو اصول است به تخشیتین، که اصول نکردن که خارج بشن با تخشیتین به حیاتی که عروب نداره. و امروزه خب حالا حیاتی که عروب نداره چه ربطی به خیابون داره؟ میگه و هشتا دلتلان رشوت ربیم گامور، و امروزه که ما رشوت ربیم گامور نداریم، هر رشوت ربیمه که مال ماست مثل کرملیته و قانونش مثل حیاتیه که عروب نداره و مجازه. یعنی طبق بعضی نظرها امروز ما رشوت ربیم گامور نداریم، چون رشوت ربیم تورایی فقط در صورتی هستش طبق این نظرات که باید 600 هزار نفر در روز از اونجا رد بشن، و اکثر خیابونای ما امروز اینجوری نیستن، جوری نیستن که 600 هزار نفر آدم بخواد ازش رد شه. در این حال برای اینکه رشوت ربیم دورایتا باشه باید 16 اما 8 متر عرض خیابون باشه، خب خیلی جام اینقدر نیست. در این حال برای اینکه رشوت ربیم تورا باشه باید مفولاش باشه، یعنی باید دو سر اون خیابون باز باشه، برسه به باز باشه یعنی از دوور اون خیابونه بخوره به بیرون شهر، اینجوری بگیم مفولاش از این سر تا اون سر، سر تا سری باید باشه. خب که ما خیابونامون اینجوری نیست، سر تا سری نیست. در نتیجه رشوت ربیمای ما میده ربانانه، و به خاطر اینکه میده ربانانه طبق اون نظری که میگه که چیزی تو حیاتی که عروب نداره مجازه، طبق تو این رشوت ربیما مجازه. خب هگا یه دلیل دیگه میاره برای این هتر. و یه جمریم او تعم لعتیر، و بعضی ها یک دلیل دیگه میارن. دخشاف شخیخ تخشیتین، که امروزه تخشیتین این زیورالات خیلی مرسومه، زیاده و خارج میشن با اونها حتی در ایام خود، و نمیترسیم که شاید در بیارن و نشون بدن مثل ایام اونها که عادت نداشتن که خارج بشن با اونها مگر در شباد و شاخیخ نبودن. یعنی یه دلیل دیگه، دلیل فرهنگی میاره هاروش چیز رما از قول توسافوت، میگه قدیما اینقدر تخشیتین و اینا زیاد نبوده، وضعی مالیشون به این خوبی نبوده، مرسوم نبوده، فقط شبات ها میپوشیدن، اونم خیلی مثلا خانومه میخواسته پوز بیاد ممکن بوده انگوشتری رو در بیاره نشون بده، یا هر تخشیتی هر زیورالاتی. امروزه ولی طریقتش نیستش، واقعا هم همینه، امروزه طریقتش نیستش که اون زیورالاتی را که به دست کردن یا در گردن آویختن یا هر زیورالاتی، دستبند، گردنبند، هر چیزی بخوام بیان در بیارن نشون بدن، و بنابراین امروزه این مشکلی نداره. اومیهو و اومیهو و معزالک تبعت شش آله ها ختم لیشا، اون
حلقه‌ای که روش ختمه برای زن یا و حلقه‌ای که ختم نداره برای مرد که میشنا خوندیم در مورد اون که خیاف خطاته، حتی در کرملیت هم اصول حتی برای ما، چون اینا خیاف خطاته، چون اصلا طریقت مرد نیستش که نبوده قدیم که حلقه‌ای که ختم نداره دست کنه و طریقت زن هم نبوده که حلقه‌ای که ختم دارد دست کنه و همین قانونه در مورد هر چیزی که در موردش خیاف خطات گفته شده. یعنی ماران تاکید میکنه میگه این زخوتایی که ما یاد دادیم در مورد چیزایی که میده ربانان اسوره، ولی چیزایی که میده و رایت از تورا اسوره گفته شده که خیاف خطات اگر اون کارا رو بکنه در مورد اونها این زخوتا صدق نمیکنه. ویش میشمر و هست کسی که میگه که امروزه که رسم دارن آقایون که خارج بشن با تبعتی که ختم نداره، هر از لایم که تخشیت و شاره براشون مثل تخشیته و مجازه. یعنی اینجا میگه که قانون، ماران میگه قانون برای آقایون هم تغییر کرده، چون امروزه طریقت آقایون هم هستش که حلقه دست میکنن، رینگ دست میکنن، ختم هم نداره و هیچ ایبی هم نداره. هر از لایم که تخشیت اینک براشون مثل تخشیته و مجازه. خب و اولفیزه افشار و بر طبع این امکان داره که نظر به اینکه رسم دارن امروز خانم ها که خارج بشن با حلقه ای که ختم داره، اینم براشون مثل تخشیته و مجازه. یعنی اصلا کلن قانون این مسائل امروز تغییر کرده. چرا؟ به خاطر اینکه رسومات تغییر کرده. یه زمانی چون خانم ها رسم نداشتن که با انگشتری که ختم داره خارج بشن، اگه کسی خارج میشد خیاف خطا بود، از تورا میگذشت، ولی امروز چون رسم دارن خارج بشن اصلا مجازه. یا آقایون هم همینطور، اون موقع قدیم اگر که خارج میشدن با انگشتری که ختم نداره خیاف خطا بودن، امروزه نه، امروزه متاره طبق این نظر. حالا خام همینه. اون میکل مقام خلا، اون دیگه بحثیه که کاری ما نداریم. خب پس اینا من الان خواستم بخونیم به خاطر اینکه از این سایف به بعد خیلی جزئیات و خیلی قوانین گفته شده، خیالمون رو راحت کنیم، بدونیم که واقعا قانونش چیه، بدونیم این چیزایی که زیورالات و خخامی ماسور کردن اینا برای قدیم بوده، امروزه به خاطر همین دلایلی که گفت آسور نیست. خب بریم صحیفه بعدی. اگه الان سوالی هستش بفرمایید، نکته ای هست ببکاشم. نه اینا ساعت هم همین مثلا همین ختم اینا میمونه الان امروز. ساعت هم ختم نداره. ساعت هم بله، درخ ملبوشه و حالت تخشیته. حالا البته مفصل در مورد ساعت میخونیم. ساعت بعضی ها ساعت هم میگن فقط در حالتیه که مثلا طلا باشه که خیلی حالت تخشیته، ولی کلن ساعت هر نوع ساعتی ما میگیم که حالت تخشیته لحلاخا و مجاز میکنیم. میدت خسیدوت فرق داره. طبق میدت خسیدوت، میدت خسیدوت یعنی این که برا خسیدا بهتره که آدم چه زن چه مرد اصلا تخشید نندازه و اون بحث دیگه است. مثل چیزی که الان میشنابه را از قول خیدوشه ربی اکیوا آورد که گفت بلنفش، بلنفش یعنی خاصید، بلنفش اصلا با طبعت خارج میشد. ولی خب این میداد خاصیدوته، واقعا امروزه میشه اینا را سبک گرفت، مانعی نداره. من معمولا ساعت نمیدازم شبات. آره من ساعت دست نمی کنم معمولا. انگشتر هم معمولا دست نمی کنم، ولی هیچ عیبی نداره، واقعا میشه از اصل قانون اوکیه. از مقیانه برای به گدیش چند مورد گفت که هرتر داد باید تمام این مورد با هم باشه، یعنی که نه یه دونش هم موقعتی میخواد بکشه میتونه. این سوال خوبیه. شما میگید که اگر یه چیزی هم موقتی داره میپوشه، نه به نظرم تا وقتی که اون فاکتورهای دیگه نباشه را نباید سبک گرفت، اون فاکتورهای دیگر هم باید داشته باشه. مرسی خیلی.
یعنی باید این سیفتن لبیده که تو میشم خوندیم، این چرا درخوسا گفت برای این کسی که اون انگوشتر رو میگیره بخواد برای بگه اومانی بده مال زن نشست، چرا گفت درخوسا این حساب میشه؟ من نفهمیدم. چون درخوسا هست، چون که معمولا به خاطر این که وقتی آدم میخواد ببره برای عمان دست میکنه، پس طریقت حملش اینجوریه. باید طریقت حملش باشه، این طریقت حملشه. اولی که یعنی مال زنشه. آره دیگه مال زنشه، ولی طریقت حملش اینه. ببینید این بحثی هم که موقتی گفت، من اینا در جواب رو بیورم میدم. میگم واقعا اگر که هم موقتیه و هم نیت اینکه واقعا بپوشه و تخشیت باشه را نداره، بعضی ها سبک گرفتن. چه موقع مثلا یه موقع از شما میخواید برید دستشویی، یا جا مهمونید، میبینید که یه دمپایی زنونه است فقط، مثال میگم. خب آیا میتونه مرد اینا پاش کنه بره دستشویی و بیاد، یا بره مثلا تو دمه در و بیاد؟ این زنونه است دمپاییه. اینجا چند تا چیزه، یکی اینکه عرایه، یکی دیگه اینکه نیت نداره که واقعا بخواد شبیه زن بشه و حالت تخشیت هم نیست. بعضی اینا سبک میگیرن، بهتری که سخت گرفت. اوکی بریم ادامه بدیم. صحیف بعدی، صحیف یود تبعد شقاوو عباه اوه، حلقه ای که قاوه شده در اون سنگ، یعنی سنگ توش کار گذاشتن، و همچنین اگر که حروف روش نوشتن، این اناله ها ختم میگره، این خونده میشه که ختم نداره، به خاطر اینکه خونده نمیشه ختم مگر اینکه حک شده در اون حروف یا اشکال. یعنی منظور این که ختم داره یا ختم نداره، یعنی حالت مهر باشه یا نه، نه اینکه مثلا تبعتی که سنگ داره این طبعتی که ختم داره خونده نمیشه، که برای ما نفقه مینایی نداره دیگه، گفتیم امروز برای قدیمه، امروز قانون تغییر کرده. مشنا برا میگه که الایم که مگر اینکه دیاخو لختون با ایگروت، که بتونه باش نامه ها را مهر بکنه. خبوقیم و همین قانونه، اگر که حروف بر روی طبعت برجسته هستن که میتونه این را روی موم بزنه، و آخه بعضی ها قدیم اینجوری بوده دیگه، حروفش برجسته بوده، مثلا میومدن نامه رو میخواستن مهر و موم کنن، مهر و موم چی بوده؟ موم آب میکردن، یا گل بوده، یه گل مخصوص بوده، یا موم آب میکردن میریختن روی نامه، در پاکت نامه، بعد این طبعته رو روش میزدن، که وقتی این لاک میشده دیگه، وقتی میخواسته کسی باز کنه میشکسته، معلوم بوده که باز شده. اینم تبعت شش با ختم خونده میشه. الا دناقت، بلکه ذکر کرده که باید حکاکی شده باشه به خاطر شکل ها، که در حالتی که برجسته است، بعضی دبه بولتین لیفامین به صورت، که در حالتی که برجسته باشه در اشکال، بعضی وقتا ممکنه که اصلا آسور باشه، آسور در خود، حتی تو خونش نگه داره، مثل حالتی که شکل یه آدم کامل باشه. اینی اگر برجسته باشه اون حکاکیه و شکل یه آدم کامل روی سنگ، رو طبعته، رو حلقه حکاکی شده باشه، اصلا اصول نگر دارن اینا تو خونه، چون آدم کامله. و همینطور که در یوردا سیمان گفت ممالف صیفه اومده، میدونید که شکل آدم کاملا و یا چیزی که حکاکی شده به صورت برجسته بولت، اصول که حتی تو خونه نگر دارن. ولی اگه شکل حیوانات باشه و اینا اشکالی نداره، اگر آدم هم باشه، اگر که کامل نباشه باز اشکالی نداره. قبلا خوندیم تو یوردا آدم کامل آسوره، مثلا این کسایی که مانکن دارن، مانکن کامل، اینا یه مثلا یه انگشتشو ببرن کامل نباشه، یا سرشو نذارن، یه دستشو نذارن، یه جوری که کامل نباشه، اگه باشه عیبی نداره. و یه شپرشو، و بعضی ها توضیح دادن ده های صورت، که این اشکال اصلا در مورد اشکال آدم صحبت نمی کنه. یا اینکه مثلا حالتیه که فقط پرسوف می صدخاده، یعنی نیمروخه، نیمروخ هم اشکال نداره. دزل کلالما رشایی لحصد، که این طبق نظر همه مجازه، چه برجسته و چه تورفته، و چیزی که میگه خبق این حکاکی شده، این طریقت موضوع رو میگه. ارخاد میلتان ها کرد. خب هم از این
اینایی هم که رو سنگای قبر عکس فوت شدگان رو میزنن، این از نظر این که شکل آدمه اشکال نداره، به خاطر این که به خاطر این که این کامل نیستش، یا نیمروخه یا فقط بالا تن است صورت، ولی از نظر این که این رسم اسرائیل ها نبوده و رسم گویماست و این چیزا، از این نظر این کار خوبی نیست. یعنی ما میگیم که نکنید، هارووردی ها یه تشوهایی دارن روی این قضیه، میگن نکنید، این کار خوبی نیستش. خب بفرمایید، اگه سوالی هست بفرمایید. بفرمایید بفرمایید روی دورم. چی شد؟ رابن اون خیلی داره گفت یه مشتری اومده الان جدیدن موج شده، این استخون شوتر عکس شیر روشن کاری و کامل با دست و پا و پیتون همه چی، یعنی الان اصلا مجاز همین چیزی یکی بخواه استخون شوتر باشه، استخون خرس باشه، اون که فرقی نداره، هرچی میخواد باشه، فقط عکس آدم کامل روش حکاکی نشده باشه. بعد یه چیزی این ساعت هایی که مثلا اکثرا ساعت مثلا درست میکنن شبات تا برمان ست لباسشونه، یعنی یه جوره مثل تخشیط لباسشون، یعنی باز مشکل نداره. نه ساعت چیپی نداره، ساعت انگل امروزه ما سخت نمیگیریم اینا رو، امروزه همونطور که گفتیم چه آقایون چه خانم ها و صد البته آقایون واقعا گزرا نیست امروزه و میشه سبک گرفت، فقط اینکه حالت پوشیدن باشه، ولی چیزی که زیورالتی که حالت پوشش نیست اون آسوره، اون مجرد. آخه یه بحثی گفتن که این ساعت در حالت مجرد که بودن دست بکنن، که اولا که بیان مثلا تو هفته هم طریقش باشه که کل هفته کلن اگرم سال هم دست بکنه از این استفاده بکنه، اگر میخواد شب باید دست بکنه یه راه اینه تره. چه فرقی داره ساعت ها ایام هفته هم دست میکنن یا همین، حالا ممکنه یه تیپی میخواد بزنه فقط تو مهمونی ها و چیزهای مهم مثلا، خب ایام هفته هم میکنه، چه فرقی داره، چه مشکلی هست، برای شب باید که نیستش که این مسئله. بله ریبی ماشالله بخوابون. نه اینا کنید، این انگوشت درکه روش خودت هم بوده، اینا مقصر حساب نمیشده. نه مقصر نیست، حالت تخشیط هم داره، حالا درسته باش امضا محرم میکردن، ولی خب اصلش حالت تخشیطه دیگه، یه کار آسوری هم باش انجام میشه ولی اصلش تخشیطه، مشکلی نداره. نه اصل نیتش به عنوان اون مهره نبوده، هر دوشه مهر میکنم باش مهر را انجام میدن، در این حال تخشیط هم هست، زیور هم هست، زیورالات هم هست. بله زنده باد. خب در مورد این که شکل آدم باشه، اگر فقط سر باشه بدون بدن یا بدن باشه بدون سر، در شولخان آروخ یوردها میگه که مجازه، اما در شوت رف پالیم سخت گرفته، حتی اگر که اون شکل کامل نباشه، یعنی مثلا سر باشه تا سینه و فقط بدیعود مجاز کرده، و آورده از صحبت کیسه الیاهو که نوشته که مجاز نکرده در شوخان آروخ مگر بدن را بدون سر یا سر را بدون بدن، اما اگر فقط یه عضو نیست اشکال داره. و اما هاراو به داوید میگه که حتی اگر فقط یه عضوم خاسر باشه اوکیه. یبی عمر حالا موودی ها در خیلی قیود میفرماین که از لاشان شولخان آروخ که میگه که فقط در صورتی آسوره که کامل باشه، شلما به خل اواره ها، کامل باشه با تمام اعضاش، مفهوم میشه مثل به داوید. و لاشان توصفوت هم همینه که اندرتی دقا خیشینان لخشادا هنگو میشون شیه شاید سلم دموت آدم کل گفه به یاده این برگ نهیم. توسته بودم میگن که اندرتی، اندرتی یعنی این اندرتا، یعنی این مجسمه های آدم ها رو که درست میکنن، این فقط در صورتی آسوره که کل آدم کل بدنش با دست و پا باشه، یعنی اگر بدون دست و پا باشه اوکیه. و در شود زرعمت هم اینجوری اومده، و با وجود اینکه در شود لف خیم به نظر میاد که مثل کیسه الیاهو عقیده داره، منزلک اصل مثل بد داوید، یعنی هاروودی اینجوری پساق میدن که اگر بدن کامل نباشه اون آدمه اوکیه، اشکالی نداره.
بله خب اوکی اینو فعلا تا همینجا ربوتنگ نگه داریم. یه سری بدنها هستش که مثلا مثل پری دریایی یا اینا که دیگه کامله، ولی خب یه سری خیالیه که وجود نداره. مثلا سر و بدنش مثلا انسان پایینش مثلا میشه این دوم، اون چی؟ اونم حالا کامل به حساب بیاد یا نه اون چون خیالیه؟ نه مشکل نداره. نه اون اشکال نداره، در صورت آدم کامل نیست، کامل نیستش، اشکالی نداره. مرسی. به سوال تو بود. سکلایی که مثلا شکل بچه هستش، بچه که مثلا چی میخورن و اینا چی؟ عروسک ها را بعضی ها سبک میگیرن، بهتری که یه اعضاش کامل نباشه، مثلا یه انگشتی چیزش را قطع کنین اگه کامله. بسم الله. هر مقیلن بفهمید خارج از کلاس داره. اگر که کسی بخواد اطرف قلعه رو بخونه میتونه خودش نباشه براش بخونه؟ نه با حضور خودش. ممنون است.